گروه های از کشاورزان صحانی دومین هفته تحصن اعتراضیشون رو علیه بسته شدن آب زاینده رود به روشون ادامه دادن. یادآوری میکنم که رژیم آخوندی در راستای سیاست های غارتگرانه خودش با ایجاد سد بزرگی بر روی رودخانه زاینده رود باعث خشک شدن این رودخونه و خسارات هنگفتی به کشاورزان پایین دستی این سد شده. کارگزاران دروغ پرداز رژیم آخوندی برای توجیه خشک شدن رودخونه اعلام کردند که به دلیل کمبود نزولات آسمانی و بارندگی این رودخانه خشک شده، اما سایت حکومتی تابناک روز 25 اردیبهشت به دروغ بودن ادعای کارگزاران رژیم اعتراف کرده و نوشته میزان بارندگی سالانه استان اصفهان به 100 میلی لیتر میرسد که در طول سالیان گذشته همواره یکسان بوده و کشاورزان با استفاده از همین مقدار بارندگی که در رودخانه زاینده رود جمع می شد به کشاورزی می پرداختند و صحبت های مبنی بر وجود خشکسالی در اصفهان به هیچ وجه صحت نداشته، چرا که میزان بارش تفاوتی نکرده. این سایت حکومتی اضافه کرده اصلی ترین مسئله ای که باعث خشک شدن مسیر 100 کیلومتری زاینده رود و همچنین از بین رفتن تالاب گاوخونی به عنوان یکی از زیباترین تالاب‌های کشور که پذیرای هزاران پرنده از سراسر کشور بود شده است، ایجاد سد بزرگ زاینده رود بر روی این رودخانه بوده است. الان بیشتر از یک هفته است که کشاورزان مناطق زاینده رود به صورت شبانه‌روزی دست به تحصن و اعتراض دادند و اعلام کردند چنانچه به خواسته هاشون ترتیب اثر داده نشه به اعتراضشون ادامه خواهند داد و فریب وعده های دروغ کارگزاران رژیم رو هم نمیخورن. یکی دیگه از نتایج حاکمیت ولایت فقیه فروش نوزادان به دلیل فقر. یکی از هزاران نمونه وحشتناک فقر در کشور رو روزنامه حکومتی جامعه جمع در هفته گذشته اعتراف کرد. این روزنامه حکومتی نوشت زن جوانی دختر نوزادش رو به دلیل فقر به قیمت 600 هزار تومان فروخت. روزنامه حکومتی جامعه جمع هم اضافه کرده که این زن جوان به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های بیمارستان و زندگیش اقدام به فروش نوزاد خودش کرده. دیشب 25 اردیبهشت پاسدار احمدی نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی از طرح حذف یارانه ها با دجالگری مدعی دستاورد های افتخارآمیز شد. این فرار به جلو در حالی هستش که مردم بر اثر حذف یارانه ها با فقر و تنگ دستی بیشتری مواجه شدن. صحبت های یک راننده آژانس بعد از 30 سال زحمت و تلاش گوشه ای از دستاورد های افتخارآمیز نظام آخوندی با طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه ها رو در گسترش فقر در جامعه به خوبی نشون میده.